نمیدونم آقای کاویانگه، من درست متوجه نشدم، آیا شما فرمودید که اون برخوردی که الان اسرائیل در غزه داره میکنه دفاع مشروع محسوب میشه، درسته؟ بله، من معتقدم بعد از این حمله‌ای که حماسی ها کردن به اسرائیل، این اقدامات الان اسرائیل ممکنه بگید حماس از نظر جهانی چه وجهی داره، چه از نظر ساختاری جان. چیه حماس از نظر بین‌المللی، از نظر ساختاری چی عنوان میشه؟ نه ببینید، یه گروه تروریستی ها؟ نه ببینید، این که حماس یک گروه تروریستی هست اصلا شکی نیست. ببینید اصلا من اجازه بفرمایید، نه یکی یکی اجازه بدید. پس حماس یک گروه تروریستی، اسرائیل چیه؟ اسرائیل دولت رسمی بین‌المللی ها؟ درسته. آیا رفتار یک دولت رسمی میتونه متناسب با رفتار یک گروه تروریستی باشه؟ نه، من اتفاقا اینو عرض کردم که در این دفاع مجموع عملیات هایی که به عنوان دفاع داره اجرا میشه یک سری اصول داره نقض میشه. من بعد چی گفت اون وقت؟ به این نقض اصول چی باید گفت؟ از این نقض اصول رو باید محکوم کرد یا گفت تأیید نمی کنم نقض اصول رو؟ درصد جامعه جهانی به ویژه ارگان های مربوطه، حالا از مثلا سازمانی مثل امنستی گرفته تا هیومن رایتس واتس و به هر حال غیر و غیره، اینا باید دخالت بتونن بکنن در این مسئله. ببین آقا، من اونها کار ندارم، من آقای کاوه آهنگری رو کار دارم. آقای کاوه آهنگری نقض اصول رو محکوم میکنه یا میگه من تایید نمی کنم؟ اینو میخوام بفهمم. دفاع اسرائیل رو به هیچ عنوان محکوم نمی کنم، ولی من نقض اصولی که خودتون تایید کردید و میگم آقای کاوه آهنگری، شما فرمودید در این دفاع نقض اصول شده، میخوام ببینم کاوه آهنگری نقض اصول رو محکوم میکنه یا میگه من تایید نمی کنم. دارم خیلی شفاف عرض میکنم دوباره، اصلا بحث به این نیست که حماس یک گروه تروریستی است. اگر الان بر فرض مثال دولت ترکیه به دولت عراق حمله بکنه، دو تا دولت رسمی شناخته شده در سطح جهانی هستن، عراق حق دفاع داره. بحث این نیست که حتما اگر یک گروه تروریستی حمله کرد بعد حق دفاع داری. نه، هر کسی حمله بکنه، حق دفاع رو که هر کسی داره. عرض من این است، اگه یه دزد اومد تو خونه شما، یه دزد بله. آمد در منزل کاوه آهنگری برای دزدی، آقای کاوه آهنگری میتونه در به عنوان دفاعی رو بکشه، خودش مجازات بکنه یا چه جوریه؟ اصلا حد پشتن بنده مجاز هستم از خودم دفاع بکنم. از خودتون دفاع. شما آیا تایید کردید به نقض اصول در ماجرای دفاع یا نکردید؟ دفرمایی شده. نه، من اینو عرض کردم که در اولا این حمله ای که الان اسرائیل داره انجام میده یک دفاع اصول نقض شده، ولی در این عملیات هایی که داره به عنوان دفاع انجام میشه یک سری افراطیگری هایی میشه که یک سری اصول رو نقض کرده. این باید حماس هم همینه میگه، حماس هم میگه ما رفتیم این کار کردیم، یک سری اصول نقض شده. حماس هم همین حرف ادعا رو داره. نه خود شما جای دفاع حمله رو عوض میکنید. کی حمله کرده؟ یعنی اجازه بفرمایید، شما این ماجرا رو محدود میکنید به همین اتفاق حاضر، 70 سال تاریخ پشترش رو اصلا نگاه نمیکنید. نه، من اینم بهش اشاره کردم، اتفاقا عرض کردم که این ربط داره به 70 سال پیش که این مسئله چون حل نشده، الان هم جمهوری اسلامی در میدانه پول و نفت گاز مردم ایران رو داره اونجا صرف میکنه، نمیخواد حل بشه. به همین معذرت میخوام، فاجعه‌ای ختم میشه که داریم ما شاهدش هستیم. ولی اگر ما الان من این دفاع رو مشروع میدونم، تو این شکل برای دفاع که همیشه مشروعه، دفاع که نوع دفاع